صد درود و سپاس بر یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبهانی هستم در این روز دوشنبه هشتم جولای است و امروز هم مثل هر دوشنبه پس از گذر از دو برنامه آقای رشیدیان نازنین و همچنین سرکار بانو خانم انصاری نازنین میریم در خدمت جناب آقای روحانی. گفتم که هشتم جولای است، یادم رفت بگم که 17 تیر است. اجازه بده عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به آقای روحانی و تشکر کنیم از همه زحماتش، از تمام کارهایی که در طی این سالها برای ما مردم، برای میهن انجام داده، ازش قدردانی کنیم. سلام میکنم به شما ایرانی. درود بر شما آقای بهبهانی بزرگوار و عرض ادب و احترام دارم خدمت بینندگان و شنوندگان ممنون. ممنون از عرض کنم که ادای دین و وظیفه در مقابل وجدانمون میکنیم و من از شما بسیار سپاسگزارم از توجه و محبتهایی شما. ممنون آقای روحانی. آقای روحانی بذار از اینجا شروع بکنم خدمتت که اتفاقا یه مطلبی رم آقای دکتر گلمراد مرادی نوشته بودن، من دیشب که به کار برگشتم به کار میهن اولین کاری که کردم این مطلب ایشون رو روی بخش مقالات قرار دادم تحت عنوان ماه ژوئیه 30 سال ترور زنده یاد دکتر قاسملو به پایان میرسد، یعنی وارد 31 سال این فاجعه اسفناک میشویم که یه شخصیت بزرگ، یک انسان ایرانی، یک انسانی که انسانیت رو به دنیا معرفی کرد، او یه شخصیتی بودش که وقتی فرض بفرمایید که وارد وین میشد یا وارد کشورهای اروپایی میشد ازش مثل یه دلیگیشن دولتی استقبال میکردن، فرش قرمز پهن میکردن، مقامات به استقبالش میومدن و اون یه شخصیت جهانی بود و دیدیم که ناجوانمردانه در پای میز مذاکره او رو ترور کردن و تروریست ها امروز در سطح جهان با گردنی برافراشته نمایندگی میکنه جمهوری اهریمن رو و تصادفا در جلسات حقوق بشر حضور پیدا میکنه. این دیگه واقعا اشک تاریخ است و باید آدم گریه کنه برای چنین شرایطی و امروز دوباره میبینیم که همین اتفاق داره میفته. بریم از آقای روحانی بپرسیم، او تجربه بیش از من دارد، از او بپرسم که چه میگذرد. آقای روحانی چرا اینا دوستان یاد نمیگیرن؟ آیا محکوم من به این که برن پای میز مذاکره؟ آیا راه دیگری برایشون وجود نداره در حالی که خود این حکومت در شرایط لغزندگی قرار داره، در شرایط فروپاشی قرار داره، همه شواهد قرائن دال بر این استش که نظام رو به ورشکستگی و فرو ریختن است، چرا این کردها امروز تصمیم گرفتن که با توجه به این سوابق قاسملو، شرفکندی، این شخصیت‌های بزرگ دوباره برن پای میز مذاکره؟ درک شما از این ماجرا چیه واقعا؟ بفرمایید تا بشنم. دردناک است. عرض کنم که یادم آمد که این شعر رو بخونه وقتی شما گفتید رو. پایابله ز راه بیابان رسیدم، به شمرده دانه دانه کلوخ خراب او برده به سر به بیخ گیاهان و آب تلخ. در بر رخم مبند که غم بسته هر درم، ایوانم نهاده به شب زنده داریم، ویرانم که هیبت آباد خواب تلخ. واقعا یه خواب تلخ، باور نکردنیه. ای کاش که اینها
خسته هستند یا امکانات ندارند، عرض کنم که اعتبار و حیثیت تاریخی مبارزات آزادی خواهانه مردمان میهنشون رو بهش احترام بگذارن و چنین نکنن، چنین ظلمی رو به خودشون نکنن. حیف، حیف، واقعا من متاثرم از این اخباری که شنیدم. حالا گرفتاری نستش که اخبار حدث همه هست، اینا نه تکذیب میکنن و نه تایید. البته این اخبار هم یکی دو تا اشکال خیلی عجیب و غریب داره. یه عده میگن تو نروژ ملاقات کردن، یه عده میگن تو بیان ملاقات کردن. و در هر حال یه ملاقاتی بین چهار تا از این احزاب کردی، احزابی که خودشون میگن احزاب کردی، و نمیدونم چرا احزاب ایرانیان و کرد اسمش نمیذارن. در هر حال سلیقه‌شون اینجوری، حتما عقلشون بیشتر از دیگران و اینجوری فکر میکنن بهتره براشون بنفشه. در هر حال اینها عرض کنم که به واسطه یکی از این ONG‌هایی که برای مسائل صلح در نروژ کار میکنه، اینا خیلی هم صاحب اعتبار هستن، آمدن و در این شرایط دنبال صلح با رژیم میگردن. و من نمیفهمم چرا، دلیلش چیه. البته فراموش نکنید من صاحب یک حزب و نمیدونم تشکیلات و افراد عرض کنم عضو تشکیلات و زندگیشون و مشکلاتشون و امنیتشون اینا نیستم. اینا در شرایط بسیار شکننده ای تو خاک عراق هستن. یعنی اون هر دو تا حزبی که در اونجا هستن روابط خوبی با سلیمانی دارن، اینا در اونجا میزنن و میکشن و اینها حتی جرأت اعتراض هم ندارن، هیچی جلوی کردها رو میگیرن، جلوی کردهای ایرانی رو میگیرن، ایرانیان کرد رو میگیرن. من میفهمم که اینها مشکلات خیلی زیادی دارن، اما مثلا آرام بودن در یک مدتی برای اینکه ببینن چه اتفاقی خواهد افتاد. این شرایط که مردم همه دنبال متحد در مبارزه داخلی میگردن، اینها بایستی که نمیتونن امکانات درونیشون، انسجامشون، امکانات مادیشون، فردیشون اجازه نمیده، میتونن آرام باشن ببینن چه اتفاقی میفته. لااقل این تضعیف میکنه، بیش از همه خود اینها رو تضعیف میکنه. و من متاسفم از این واقعه و امیدوارم که اینها بیان برای ماها شهر بدن. ماها چون عقلمون، من که عقلم نمیرسه برای چی این کارو کردم، لااقل بیان یا تکذیب کنن بگن نکردیم چنین کاری. در هر حال آزموده را آزمودن خطاست. اون اشتباه تاریخی رو دکتر قاسملو کرد، بعد هم اون کشتار بعدی اتفاق افتاد و بعد هم در سالگرد یک دکتر قاسملو چنین خبری بسیار دردناک ما رو بلافاصله یاد میکنوس میندازه. و من خیلی نمیتونم راجع به دلیلش فکر کنم، چون واقعا چیزی منطقی خردمندانه عقلایی توش پیدا نمیکنم. امیدوارم که اینها یا تکذیب کنن اگر دروغه، یا تایید کنن و بگن چرا، به چه دلایلی، چه مشکلاتی باعث شد که اینها در این شرایط بیان و چنین کاری رو بکنن. الان نگاه میکنیم میبینیم که آقای هاشم خواستار میگه هر کس در انتخابات شرکت کند خائن است. شماها با این پایه توده این که در کردستان دارید میتونید پیشگام باشید در پیش بردن این هدف، این برنامه. اما چه موقعی شکستن جبهه؟ جبهه درسته که الان رئیس و سخنگو و سخنور و اینا نداره، ولی جبهه در حال تشکیل شدن. هر روز ما نگاه میکنیم که نیروهای گوناگون در خارج کشور آمدن و حمایت میکنن از حرکت داخلی. البته من همینجا بگم که حالا در بحثا خواهیم گفت که من با نظر انتقادی به کارهایی که در خارج کشور اتفاق میفته نگاه میکنم،
آرزو دارم کاری انجام بدن، من هم پشتر اونها حرکت کنم کاری انجام بدن. خیلی خوبه که 800 نفر در خارج کشور امضا بکنن، اگر 800 هزار نفر بشن بهتره، ولی با امضای 80 میلیون نفر هم به آخوندها هیچ لطمه‌ای نخواهد کرد، به خصوص که اینم به زبان فارسی در میان خودمون باشه. این بایستی که جهانگیر بشه، باید به رسانه ها بره، باید طوری بشه که بی بی سی، رادیو، نمیدونم رادیو فردا، دویچه وله، اینها هم متقاعد بشن به این که بایستی صدای مردم ایران رو منعکس کنن. چنین اقتداری ما رو رابطه قدرت اپوزیسیون رو با رژیم به هم میزنه. ببینید ما در همین مقدمه که من بیش از این الان فعلا با توجه به اطلاعات کمی که وجود داره، من یک گزارش خوندم یا دو تا گزارش خوندم حتی اکثر، ترجیح میدم که وقتی که این دوستانی که در این مذاکرات شرکت کردن نظراتشون رو گفتن رو که بهش حرف بزنیم. یکی از گرفتاری‌ها اینه که این چهارتایی با هم دیگه حتی راجع به برنامه‌های آینده‌شون تفاهم ندارن. آخه شما مثلا به عنوان یک هیئت رفتید اونجا، شما اقلا حداقل تفاهم رو بین خودتون ایجاد بکنید، بعد برید با اینا حرف بزنید. اسمتون رو گذاشتید، عرض کنم حضورتون که گروه همکاری کردی از این چیزا، ولی هیچ گونه همدلی در بیانات شما واقعا، من بر اسم اینا اسم خودتون رو گذاشتن، این چهارتا تشکل اسم خودتون گذاشتن مرکز همکاری نیروهای کردستان. خب اگه میبیش به من نیروهای کردستان، خب دیگرانی هم هستن در کردستان که با شما همراهی ندارن. نوشتن نیروها یه مقداری یه احتیاطی بود، حالا اونا دیگه مربوط به دعوای خودشون، ما هم به خودی آتش بیار و معرکه اونا نشم. عرض کنم حضورتون که ولی شما ها راجع به هیچ چیزی با هم تفاهم ندارین. چجوری میگین همکاری؟ اقلا برنامه همکاریتون میبینیم، برنامه همکاریتون فقط در مذاکره با رژیمه. من که انواع و اقسام جلسات شما رو هم شنیدم، هم دیدم، هم میبینم، هم خواهم دید، میبینم که شما مهمترین کاری که دارین این هستش که با هم سر مسائل مختلف اختلاف کنید، عرض کنم که انشاب کنید. مهمترین کارتون در تمام این سالها این بوده. چرا؟ برای اینکه از دشمن اصلی غافل شد. امری که مورد مطالبه شما جز حقوق اداری کشوره، جز حقوق اداری کشور ایرانه و مردم ایران باش راجب اون باید تصمیم بگیرن. ایرانیان از جمله ایرانیان کرد راجبش باید تصمیم بگیرن. و اگه این حرفایی که میزنید اصلا اساس و مبنایی غیر از چه میدونم تصوراتتون، ذهنیاتتون نداره. حالا من وارد بحث‌های ماهیتی نشم، چون نه اونها اینجا هستن که به من جواب بدن و نه فرصت این قضیه هست، ولی من امیدوارم که اینها روشن کنن و از این تاریکی در بیان. من دیدم که یه نقل قولی شده از اون بخشی از کومله که با آقای مهتدی هستن، چون بخش یه بخش دیگه هستن با ایشون نیستن، این یک جمله رو به ایشون منتسب کردن که برای من تعجب آوره، باور نکردنیه. هر گونه جنبش ضد جنگ به نفع جمهوری اسلام، یعنی بزنن پولها، مدارس، بیمارستانها، مردم غیر نظامی. خب نظامی ها که بلدن، استثار بلدن، خودشون که الحمدلله از دست نظامی ها که در میرن. ما اولین درسی که به ما دادن توی میدان، من دوره سربازی رو گذروندم، افسر وظیفه بودم، اولین درس ما این بود که در جنگ چه میکنید؟ اولین جمله این استثار. نظامی ها استثار بلدن، خامنه ای استثار بلده، شما هم بلدید، مردم غیر نظامی چی میشن؟ بیمارستان ها چی میشن؟ مدارس چی میشن؟ واقعا ضد جنگ بودن، طرفدار صلح بودن به نفع جمهوری اسلامیه؟ به هر حال خود اینها راجع به همین یک جمله هم حاضر نیستن با هم تفاهم کنن، مطمئن باشید. بنابراین من آرزو این هستش که خرد، منافع ملی و تلاش برای تأمین صلح جهانی رو این دوستان که همشون سوابق طولانی مبارزاتی دارن بهش توجه کنن. و الا همین اختلاف در بالا و ریزش در پایین تمام این سالها ادامه داشت و متاسفانه
اینها رو به موقعیتی چنین ضعیفی انداخته که در یک کار استراتژیکشون نمیان به مردم و حتی به کردان گزارش بدن، اقلا به کردان گزارش بدن. به هر حال در سالگرد قتل قاسملو این خبر بسیار دردناکیه برای شخص من و امیدوارم که روشن بشه قضیه. بیش از این در این باره اجازه بدید که صحبت نکنم. چیزی که میفرمایید امروز درسته، یعنی اینا باید خودشون بیان صراحت. اول شرط آزادی شهامته، تا شهامت نباشه، شجاعت نباشه، آزادی معنا نداره. مفهومش اونجوری که ما فهمیدیم این استش که بزرگان گفتن که شجاعت از آزادی میگذر و تا زمانی که مخفی است و یواشکیه و اینها، اونا هم یواشکی سر میبرن. الان شما نگاه کنید همین داستان که اعضای بدن اعدامی ها رو میگن حراج کردن، که من البته باور ندارم چنین چیزی رو، چنین چیزی رو من هنوز فکر میکنم که از شایعات دروغه. ولی از اونجایی که ما با یه نظام اهریمنی طرفی نمیتونیم 100% منکر بشیم، نمیتونیم 100% بپذیریم. به همین دلیل از شما مدد میخوام، نظر شما رو به عنوان یه حقوقدان، یه کارشناس میپرسم که چیه واقعا. بفرمایید تا بشید. نه این که واقعیت داره که اصلا شما وجود داره، من این که واقعیت داره اینا در صدد هستن، یعنی چیش هم تصویب کردن، آیین نامش هم تصویب کردن. این پزشکان با شرف ما هستن که میگن با اخلاق پزشکی تطبیق نداره، اینها اجازه نداریم که این کاری رو بکنیم. و وحشتناکه، مسئله وحشتناک اصلا باور یاخه در چین یه همچین کاری رو چینی ها میکنن و آخوندها هم متهم هستن. من بایستی به آقای مصداقی صحبت کنم، ایشون اطلاعاتشون در این زمینه بیشتره. من الان دسترسی نداشتم از ایشون بپرسم که آخوندها متهم هستن به این که چشم در می آوردن و پیوند می زدن به دیگران. من حتی یه دوست بسیار بزرگواری دارم که ظاهراً این کار رو با خواهرش هم کردن، ولی این آدم که اونجای ایستاده نبود که، حتی شهادتش هم به نظر من ممکنه ناشی از عصبیت باشه. من خوبه که یه وقتی تماس بگیرم از آقای مصداقی بپرسم که آیا این سوابق سندی در این مورد وجود داره یا نه، ولی این یکی سند داره، این حرف اخیر سند داره. اولا سابقه داره در چینی ها که این کاری رو میکنن، ولی چینی ها اولا مسلمون نیستن، ثانیا این با تمام پرنسیپ های حقوق به نظر من درست نیستش. من صاحب نظر اسلامی که نیستم، همین انقدر اطلاعی که از حقوق اسلامی دارم، به نظرم عاقلانه نمیاد از نظر فقهی. هم تا اون مقداری که من فقه بلدم توی دانشکده حقوق شرعی خوندم، به نظرم اساس و مبانی عقلی کافی نداره. ولی اینا خودشون اسلام هم، اینا خودشون عرض کنم دانشون خدا میگن اگر مصلحت نظام چی بکنه، اقتضا بکنه، حرفای خدا هم میزنیم سر جاش، حج هم نمیریم، نماز هم میگیم نخونیم. همین الان داشتم حرفای این خانوم انصاری رو گوش میکردم، توجه کرده بودن، توجه داشتن، توجه دادن به مسئله مصلحت نظام. مصلحت نظام بالاتر از قواعد دینیه. اول باید نظام حفظ شه تا بعدا بشه اسلام رو حفظ کرد. ولی در هر حال این اسناد وجود داره، این اطلاعات وجود داره،
دو تا از انجمنهای بزرگ پزشکی ایران اعتراض کردن، مبانی مربوط به اخلاق پزشکی رو گفتن، ولی از سند وجود داره. حالا البته من منتظرم ببینم حقوقدانان ایران کدومی که در درون جرأت میکنه راجع به این مسئله اظهار نظر بکنه. اونها چون در محل هستن قطعا اطلاعاتشون از من بیشتره، ولی اولا این مسئله وجود داره، شما باور کنید من اسناد چه خوندم. ثانیا حتی آیین نامش نوشته شده، آیین نامش وجود داره و مبتنی هستش بر قواعد مربوط به خودشون، ولی کاری نمیشه کرد با اینا. با اینا که خدا رو خدای خودشون هم قبول ندارم. مثلا بهشون بگیم آقا مثلا دروغ خوب نیست، باید خمینی برمیگرده به آقای بنی‌صدر میگه خدعه کردن. دقت کردین؟ اینا دارن خدعه میکنن. در هر حال این خبر درسته، عملی بسیار کثیف و وحشیانه، و من امیدوارم که هموطنان که اطلاعاتی بیشتری دارن این قضیه رو روشن‌تر بکنن که بشه به مقامات بین‌المللی اطلاع داد که اینا چه کاری دارن میکنن. در هر حال این با این مصیبت وجود داره. حالا شما صحبت دکتر قاسملو بود، یا تو باشه که تقریبا هم بر اساس عقل هم بر اساس تحقیقات دادگاه میکنوس، این موسویان که اون موقع سفیر بود در اونجا همدست قاتلای قاسم بود. الان اون آقا در آمریکا اجازه اقامت داره، ولی یکی از همکاران ما که وکیل در آلمان، پسرش در آمریکا تصادف کرد، دانشجو بود، تصادف کرد، فوت کرد. به پدر دولت آمریکا ویزا نداد، به موسویان میدهد، به وکیل، به عرض کنم که همکار سوگوار ما نمیدهد. من البته این آقا رو نمیشناسم، ولی به هر حال پدر من به اینشون، به خانوادهشون تسلیت عرض میکنم و ابراز نفرت میکنم از این همه ظلم، از این همه بیداد. پدر رو نمیذارن در مراسم تدفین پسرش حاضر بشه، به موسویان و بچه های عرض کنم خاتمی و بچه های خمینی و اینا اونجا به اینا چی میدن؟ ویزا میدن. عکساشون هم چاپ شده، به بچه های خانوم ابتکار اجازه میدن بیان اونجا، ولی این پدر حق نداره بره سر نعش بچهش. اقلا مثلا یه ویزای 24 ساعته میدادن، یک ویزای 2 روزه میدادن، 3 روزه میدادن. در هر حال نفرت انگیز این عمل، و من از این فرصت استفاده می کنم و هم ضمن ابراز تسلیت به این خانواده، به این همکار، ابراز نفرت می کنم، محکوم می کنم این عمل ظالمانه رو به آدمی که اصلا سابقه کار خلافی نداره. این آدم یا میگن وکیل دادگستری، دروغ هم نمیگن حتما وقتی نوشتادین آقا وکیل دادگستری، یعنی یه آدمی که تو جامعه آلمان داره کار میکنه. چطور این کار چرا کردن؟ حاضرن توضیح بدن به مردم که چرا به موسویان اجازه اقامت میدن. موسویان ها یکی دوتا ده تا و ست ها میشن، خیلی زیاد هم اونجا. بسیاری از یه اصلاح طلب ها که در جریان کشتارها بودن در اونجا هستن، ولی به این پدر داغدیده اجازه نمیدن. در حال من آرزو این هستش که اشخاصی که اطلاع بیشتری دارن اولا افشا کنن این کثافتکاری رو، و ثانیا محکوم کنن این عمل رو. ایرانی ها باید چنین کاری رو به نظر من انجام بدن، کار درستیه. در هر حال در کشوری که رئیسی مأمور کشتار میشه رئیس قوه قضاییه، آیین نامه حراج بدن زندانیان این رژیم چیزی نیست، به پیش بعیدی نیستش. علاوه اینکه سند وجود داره از نظر من قطعیه، ولی حتی تو عالم فرض هم، تو عالم ذهنی
بعید نیست اینا برایشون جان آدمی ارزش نداره. من فکر میکنم که با این وضعات دزدی مثل مرتضوی و نمیدونم آقایی مقیشه و نمیدونم از این عرض کنم که جنایتکارانی که به مسند قضا نشستن، هیچ بعید نیستش که نمیدونم سر کلیه یه فلان متهم معامله نکنن، سر چشم فلان یه متهم دیگه، سر نمیدونم کبد یکی دیگه، قلب یکی دیگه اینو معامله نکنن. اینا چیزی برایشون وجود نداره مگه این دزدیایی که این کسافتکاری هایی که اینا میکنن. چیکار میکنن؟ مردم به گرسنگی میکنن، هزار هزار مردم گرسنه هستن، از گرسنگی نابود میشن، نبودن دارو از بین میرن. اینا یه مشت قاتلن. حالا اون یه خورده غیر مستقیم تر، این کی مستقیم؟ نه از اینا هیچ بعید نیست. این یکی که بعید نیست چی مستنده، درسته این عمل رو، اینها این جنایت رو دارن قانونیش میکنن. بعدش هم اصلا ما کلمه جنایت و قانون اینا رو میگیم، اصلا قانون اینها جنایته، یعنی اجرای قوانین این کشور جنایت. این اشخاصی که میگن اصلاح طلبی، نمیدونم چیشی میگن، نه ملی مذهبی هستیم، اینا حالیشون نیست که اینا چش در میارن، دست میبرن، اینا جنایت، قوانین اینا جنایته. حکومت اینها در قانون، در قانون شکلش تبلور و تجسم جنایته. ولایت مطلقه فقیه تجسم جنایت مفهومش، یعنی برای انسان‌های دیگه حق حیات وجود نداره، حق به انسان نظر وجود نداره. بنابراین نه اینا هر کاری بکنن، اینا اگه مثلا فردا بگن آدمای زنده رو بیارن قرم چی بکنن، بگن آقا چه میدونم چشمش اینقدر تو خیابون حراج بزنن، من هیچ تعجب نمی کنم، شما هم تعجب نکنید، چون شما عرض کنم که در اونجا بودید و جنایت اینها رو دیدید. من البته متاسف خوشبختانه دور بودم، نبودم و نه هیچ بعید، هیچ علاوه بر این بعید نیست، همه این حرفا مستند و سندش هم سند قانونی اینا هست. این آقای وکیل بزرگوارم اسمشو من اینجا یادداشت کردم، پیدا کردم، آقای شهرام ایران بومی که فرزندش 10 ژوئن در آمریکا تصادف کرده. بله. آره اتفاقا خیلی منم متاثر شدم از این ماجرا، برای اینکه این جوان رو سال گذشته که رفته بودم به کنگره سکولار دموکرات‌ها در شهر فرانکفورت، این جوان رو اونجا اون دو روز دیدم، خیلی فعال بود علی خصوص برای جامعه ایرانی، حتی از من دعوت کرد که بیام بره همراهش بشم بریم به 2 جلسه دادگاه که در مورد چند تا پرونده بود راجبه نمیدونم همین ماموران جمهوری اسلامی که چجوری مواد مخدر رو آوردن، و به من گفت بیا بریم، ولی نشد، چنین امکانی نبود. من گفتم من میخوام بیام فیلم بگیرم، گفت نه فیلم نمیشه بگیری. گفتم خب دیدنش که چیزی نفعی برای من داره، من اگر میتونم فیلم بگیرم میام، اگر نه قرار شد بپرسه در حقیقت خبر بده، ولی نکرد. ولی بعد از اون این آقا اومد آمریکا، در واشنگتن جلسه سخنرانی گذاشت راجع به همین حقوق در جامعه، حرف زد، سخنرانی خوبی هم بود، ویدیوش هم اتفاقا بخشایش رو برای من فرستاد. ولی تعجب کردم این بار که چطور ممانعت کردن که این آدم بتونه بیاد بچهش رو ببینه، خیلی برام عجیب بود این صحنه. اگر میشنوم فرمایش شما رو. نمیشه از آقای ترامپ خواهش بکنیم که در بیاناتش، در حرف زدنش، در رفتارهای دستگاه‌های اداریش اشتباهاتی رخ میده بیاد از مردم ایران عذرخواهی کنه؟ هر وقتی شما دهنش باز هر چی دلش بخواد میگه. من شنیدم که روی این سخنرانی روز استقلالش هم راجع به یه جنگی در ایام استقلال صحبت میکرد، صحبت موشک و هواپیما و زدیم و بردیم و اینا رو کرد. در بنا اون جنگی در ایام استقلال آمریکا نبود،
اسرانی هم این که اصلا اون موقع این فشنگ رو نمیدارم این موشک و هوا پیما و اینا نبود که زد این موشک زدن فلان کردن. در هر حال آدمی که حد درش بارد وکیش بخواد میده خب دیگه این فاعل مایشاه این هر کاری درش بخواد میکنه از جمله همین کار. و الان این حرفای شما رو شنیدم تأثیر من بیشتر شد. جوانی که آرزوهای بزرگی داشت، آرماخواه بود، عرض کنم که برای میهن خودش تلاش میکرد، ضمناً به نظرم قانوناً اصلا اجازه فیلم برداری در دادگاه آمریکا داده نمیشه و هم دلیل هستش که نقاشا میرن نقاشی میکنن، عکس متهم رو بیشتر نقاشی میکنن اجازه، مگر موارد خاصی باشه که قاضی در آلمان بود داده. البته دادگاه ها در همون شهر در آلمان هم اجازه نمیدن. بله گفت دارن یه نزدیک فرانکفورت یک شهری گفت اونجاست بیا بریم دادگاه، ولی نشد دیگه. به هر حال این داستانی در هر حال عرض کنم که شما بیشتر از من تأثیر دارید که از نزدیکم میشناسید این اشخاص رو و من به شما هم تسلیت میگم که دوست عرض کنم که شما الان سوگوار هستش و شما غمگین مثل همه پدرها. مگه میشه آدم بچه داشته باشه و درد این پدر رو درک نکنه؟ و این روزها حتما شما متوجه این بسیج عظیم آخوندها علیه زنان شدید. یک کارهای عجیب و غریبی در این زمینه در ایران داره اتفاق میفته. البته خوبه که ما بحثم اصلا اصولا از همینجا شروع کنیم ولی شما اجازه بدید عرض کنم که خانوم ها اولین زنان ایرانی اولین آدم هایی بودن که دست جمعی به میدان مبارزه آمدن. من بارها در صحبت ها گفتم که روز 8 مارس یعنی 15 روز بعد خمینی آمد، خمینی 22 فوریه آمد، عرض کنم که اینها آمدن به کانون وکلا با اون تظاهرات عظیم، فیلم‌هاش هست، عکس‌هاش هست. منم یه مقاله‌ای دارم توی چی در همین مورد توی پیشواک ایران. عرض کنم که از اون روز تا کنون یک روز یک لحظه رژیم رو آرام نگذاشتن. الان رژیم دچار جنون عجیب و غریبی شده. رفته آجان، رفته توی پارک، گرفته دختر مرد دختر رو کتک زده. بعد سردار جوان معاون سیاسی ولایت مطلقه فقیه در سپاه آمده گفته که همه باید از این مأمورین حمایت کنند. من دیدم که تعدادی از وکلای دادگستری به این عمل اعتراض کردن. اشخاص دیگه دیدم اعتراض کردن که یعنی چی شما کتک چرا میزنید؟ ولی سیاست رسمی رژیم این هستش که وحشت رو از طریق فشارهایی که به زنان میاره مسلط کنه. شما یه خانم تنهایی داره تو خیابون میره، ترمز میکنن، میترسونن، فریادی در میارن و ایجاد وحشت میکنه. و این روشهای فاشیستی شناخته شده ایه. اینا وقتی به اجتماعات میرسن این همه وحشیگری به خرج نمیدن. این شرایطی که اینها ایجاد کردن شرایط عجیب و غریبیه که اصلا تصورش مشکل برای اشخاصی که در محل حضور ندارن اخبارشو میکنن. نوشته استش که دو تا خانوم من دیدم عکسشونه، یکی که اصلا مایه رو سر تا سری تنش بود، یکی دیگه مثلا کورست تنش بود و مایه تنش بود. اینا توی قایقی نشسته بودن با دو تا، حتما یکیش برادرشون بود، یکی نمی شوهرش بود، هر کس بود، توی دریاچه نشستن، از اینها عکس گرفتن. تو عکس ها اینا رو پیدا کردن توی همین عرض کنم وسایل رسانه‌ای پیدا کردن و اصلا داستانی شده
که در دریاچه ولش انصاف نیوز میگه که چون نمیدونم در دریاچه لفور، اون در هر دوتا دریاچه هم در مازندرانه، در دریاچه لفور یک همچه اتفاق حادثه ای اتفاق افتاد تعریف نکردین، حالا در دریاچه ولش هم اتفاق افتاده و این هم مربوطه به این خانمایی که تونجا عشق گرفتن نیست، رئیسه عرض کنم که دادگاه انقلاب تهران یا حضرت آیت اللهی خیلی عرض کنم که بدتینت بدچهره هستشون از موسا غضنفر آبادی، مردمی رو که حجاب اسلامی اینها رعایت نمی کنن متهم می کنه به این که برای دریافت پول بی حجابی و بی عفتی رو در جامعه ترویج می کنن و این عمل با جاسوسی هیچ تفاوتی ندارد. باید از این آیت الله پرسید که اینایی که بی پول این کارو میکنن پول نمیگیرن، بالاخره گفته اونایی که پول میگیرن جاسوسه، اینا که پول نمیگیرن چطور غیر از 74 ضرب شلاق چه کاری برای خودت کرد؟ شما وقتی که میبینید که این منحصر به یه حوزه خاصی نیست، یک آقایی هستش که اسمش هست آقای محمد جواد حقشناس، رئیس کمیسیون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران، یعنی مثلا 10 میلیون نفر در تهران، در 12 میلیون نفر این آقا رئیس امور اجتماعی و فرهنگی شهرداریه. این آقا چند روز پیش، فکر میکنم 2-3 روز پیش به ایرنا میگه که من صدای دعای ربنا خوندن یک خواننده زن رو پخش کردم، در اینستاگرام پخش کردم. بلافاصله این آقای بازداشت میکنن، تا نصف شب نگهش میدارن، بعدش هم برایش یک وثیقه 400 میلیونی میویسن، اعتبارا نداشته بهش بگم ببین بیش که این عمل من اشتباه بوده، اینم همون جایی که اون اکثر چاپ کردی اینو بذار زیرش، اون اکثر برداری اینو بذار زیرش. به هر حال این میگه که رفقام آمده بودن به هم گفتن این کارو بکن، من حاضر بودم بمونه، حالا مهم نیستش، بخیر کاری بود که این آقا انجام داده. 200 میلیون من گفت 200 میلیون از این وثیقه خواستن که وثیقه باید بدی و وثیقه نداشت میگوشی تو زندان بمونه. یعنی این وحشیگری ها حالتهای سیستماتیک پیدا کرده و به یک جاهای خاصی محدود نمیشه. یعنی همینجوری نیستش که چه میدونم تنها زنهای تنها رو تو خیابون گیر بیارن بخوان مردم دیگر رو در خیابون ها بترسونن، نه، یا رئیس امور فرهنگی شهر 10 میلیون نفری تهران رو میگیرن برای اینکه بخوان زنها رو به قول خودشون آرام کنن. و البته این فشارها فشارهای سیستماتیکه که نتایج عجیب و غریبی در موقعیت و شرایط زندگی زنان ایران ایجاد کرده. ببینید یک خانومی در کاشان، در بیدگل کاشان متوجه میشن این قصد انتحار داره، میبرنش یا میگیرنش، میبرنش بیمارستان، از بیمارستان فرار میکنه، میاد بیرون خودشو آتیش میزنه. یک زن سیغه‌ای تو مشهد، یه خانومی که مشهدم که آقای رئیسی و پدر زنش اونجا را خوب آباد کردن، اسلام عزیز اونجا کاملا حاکم کردن، شده بزرگترین زده رو دست تایلند. اونجا یک زنی روی مردی سیغه میکنه، بعد زنه میاد خونه، میبینید که این با دخترش رو به زور بخواد به دختر 18 سالش تجاوز کنه، دعوا میشه، میگه من قابلمه رو زدم، سرش مرد و جسدش رو توی اتاق خواب دفن کردن. کدوم وکیل جرأت میکنه بره بگه که این عمل این زن
دفاع مشروع بوده. اصلا چرا این زن اگر این اقاریر درسته اصلا چرا نگهش داشتن؟ بازپرس بایستی که خودش تشخیص بده که این نمیتونست کاری بکنه، مرد زورش زیادتر بود، این ناگزیر بودش که مقابله بکنه برای اینکه جلوی تجاوز بگیره. اسمی هست که دفاع مشروع، اصلا یه امر چیه؟ یه امر اسلامیه، حالا علاوه بر اسلامی امر خردمندانهی در حقوق هست. دفاع مشروع مبحث مفصلی در حقوقه، یه دفاع مشروعه. اصلا این زنه چرا دیگه باید باشی تو زندان؟ آمدن خانوم آتنا دائمی رو که یک ساعت از زندانش مونده برای اینکه بترسوننش، آمدن پرونده دیگه درست کردن که یک سال آیندهش که تموم شد این باز تو زندون باقی بمونه، در حالی که اگر یک دادگاهی به یه پرونده‌ای رسیدگی کنه پرونده های دیگری که مربوط به همون متهمه باشه جمع بشه با هم دیگه یک جا رسیدگی بشه، نه اینکه یه پرونده رو تو بگیری حکم بدی چیزی رو حسن حکم بده. وقتی پرونده ها تجمیع میکنن، جمع میکنن در یک جا، حالا این شرایطی که علیه زنان، یعنی 50% از جمعیت کشور ما با این مسائل سر و کار داره. اون وقت دختر حضرت آیت الله العظما سید حسن نصرالله زینب خانم تشریف میاره برای دیدار امام خامنه ای، ازش همین خبرگزاری ها ازش سوال میکنن تو آقا رو دیدی چطور بود؟ الان تعریف آقا و اینا باید گفتن که پدرت آخه چرا اصلا چرا آمده بود برای دیدن حضرت آیت الله، برای اینکه با آمده بودن که شهدای اسلام بحث کنن که خانواده های شهدای اسلام رو تکریم بکنن در تهران، شهدای بحث کنن که جهان اسلام. از این خانم پرسیدن که خانم این پدر شما که شیخ حسن نصرالله چه توصیه‌ای به شما کرده؟ گفت شوهرم پدرم من تنها توصیه‌ای که به من کرد حفظ خانواده هم. یک توصیه، یعنی هر بلایی سرت میارن خفه خون بگیر، حرفی نزن، خانواده باید حفظ بشه. نتیجه این اعمالی که در جامعه، در تحقیر، در پایمال کردن حقوق، کوچکترین حقوق زنان باعث شده که خود اینا سر صداشون در بیاد، خود اعضای هیئت حاکمه سر صداشون در بیاد. یه سندی خوندم نوشته در مقابل هر 63 ازدواجی که در اتفاق میفته در ایران بلافاصله 20 تا طلاق وجود داره، هر 1000 ازدواج 310 طلاق در روزانه وجود داره درش. چرا خانواده ها اینجور دوچاره؟ این در تاریخ ایران هم، این در تاریخ ایران که نمیشه بفهم، از زمانی که ثبت احوال در ایران ایجاد شد این آمارها رو دیدن که در سال 98 از همه جا از همیشه شدیدتر بوده این صدماتی که به نهاد خانواده وارد شده. چرا؟ میخونیم، میبینیم، میدونیم که حدود 6.5 میلیون زن ایرانی، 6.7 میلیون زن ایرانی تحصیلات عالیه دارن. %63 اینا بیکار هستن. اینی که من میگم 63% چون بیکار هستن از قول خانم معصومه آقاپور علی شاهی در گفتگو همین چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری دانشگاه اسلامی ایران، این خانم خودش رئیس کمیسیون زنان مجلسه، بنابراین حرف محمد رضا روحانی دشمن این رژیم نیست، حرف خودشونه. نه تنها این چنین چیزی رو میگه، این معصومه ابتکار، بچه هاش هم خوش در آمریکا هستن، آقای ترامپ با استیگاه آزادی های اینا رو
رعایت بکنه، ولی مال این همکار ما رو نبایستی رعایت بکنه. این خانوم معصومه است، میگه که بیکاری زنان تحصیل کرده 3 برابر مردان هست. البته این مطلب رو در بهمن 97 گفته، الان قطعا تشدید شده. اون وقت وقتی که حرفای اطبای ایرانی رو میشنویم، میبینیم بیشترین افسردگی در زنانه. چرا؟ برای اینکه بیشترین بیکاری در بین زنانه و مسلم هستش که اون بخشی از اینا که تحصیلات عالیه دارن شدیدتر وضع بیکاری شد. توی این شرایط یه آقای هست به اسم آقای دکتر رضا بودرزی که مجری طرح سلامت روانه، آمده میگه 15.4% زنان شهرنشین ایران نیازمند درمان مستقیم هست. یعنی اینکه بایستی به طور مرتب به پزشک مراجعه کنه. خب بعضی ها هستن که مثلا باید بهشون یه قرصی میدم، میگم مثلا چه میدم این صبح بخور شب بخور و 6 ماه دیگه بیا. نه، اینا بایستی 15.4% از زنان ایرانی، این آقا محقق مال همین چی هم هست در این داره کار میکنه که زنان شهرنشین ایران دچار افسردگی هستن. خب حالا برای اینکه اساس اینها رو ببینیم، ببینیم حالا مثلا رژیم چیکار بخواد بکنه. خب اون که معلومه که اگر چارقد نداشته باشن نوکر بیگانه و جاسوس هستن و بایستی که تو پارک گرفت اینا رو کتک زد، بعدم سپاه بایستی تشویق کنه اینا رو. ولی کارهای دیگری هم رژیم میکنه، از جمله اینکه اجرای طرح گلهای صالحین هست برای حقوقات فراغت زنان و جوانان. چی کار میکنن؟ بعد خودشون اولا میگن بسیار از اینا مطلقه هستن. اینا هم که افسردگی دارن غالبا امکان رفتن به پزشک ندارن. 77% اینا اصلا خدمات درمانی ندارن. در هر حال میان خبرگزاری مهر خبر میده که 19,000 پایگاه درست کرده بسیج که به زنها کاردستی یاد بده و آشپزی. من نمیدونم زنها خب بالاخره مامانشون هست به خونه بهشون آشپزی یاد میده. کاردستی هم احتمالا تو خونهشون هست. اینا نیاز به ورزش دارن. اون وقت برای ورزش آقای شهردار تهران اقدام کرده. در روز دختر مثل یه روزی هم اینا دارن به اسم روز دختر. اینکی رو ما نمیدونم. خیلی چیزا نمیدونم. آقای شهردار تهران در منطقه 22 پارک ویژه‌ای رو برای زن خانم‌ها در نظر گرفته که در اون پارک دوچرخه سواری کنند. من نمیدونم منطقه 22 چقدره، ولی من اون خوش به حال اون زنانی که اجازه دارن که برن اونجا اصلا با پوشش اسلامی برن اونجا دوچرخه سواری بکنن چه شهر نامرم بهشون نیفته. ولی یه شهر 80 میلیونی من ببخشید در 12 میلیون من نمیفهم پارک بعد از 40 سال پارک منطقه 22 چجوری جواب شون میده. مثلا یک کسی بخواد دوچرخه سواری بخواد بکنه چقدر بایستی چند ساعت باید تو راه باشه با چی میتونه بیاد؟ میگه که همین آقای شهردار تهران میگه که برای استفاده از نور خورشید زنها حق دارن که فضای ورزشی داشته باشن. یعنی اینکه نور خورشید در شهر بزرگ تهران سهمش، بخش از این سهمی که به نور خورشید میرسه مال خانوم های منطقه 22 تهرانه. بقیه مردم حقی ندارن. به هر حال شرایط زنان طوری هستش که این خانوم سلحشور نماینده مجلس برمیگرده میگه خانوم سلحشور نماینده مجلس همین رگیره نماینده من نیست. میگه که نگاه به زنان خجالت آور است، بارها از خودم و زن بودنم بدم. این جمله خانوم
بعد زندانی سیاسی رو، یه خانم زندانی سیاسی، خانم آمنه ظاهری رو اینقدر کتک میزنن توی زندان، در زندان سپیدار اهواز، که میگن یا دستش شکسته یا دستش صدمات شدید خورده، نمیبرنش به پزشک. در این حال در همون مشهد مقدس یک بچه‌ای رو در 13 سالگی شوهر میدن، بچه میزاد، مادر زنه، مادر شوهر بچه از دست این میگیره، میندازش بیرون، این خودشو پرت میکنه از بلندی پایین و خودشو میکشه. توی این سرکوبی ها خانم سهیلا گلودارزاده که از برجستگان خواهد کنم که زنان اسلامیه، یه دفعه متوجه شده بعد از 40 سال یه جمله گفته که جالبه که بشنوید. میگه افراد با زور کتک مسلمان نمیشوند. فرزندانشان، فرزند انسان مانند فرزند حیوان نیست که با شرطی شدن کاری انجام داد. قرآن نمیگوید یا روسری یا توسری. سهیلا گلودارزاده عضو کمیسیون اجتماعی مجلس. بعد هم یه اشاره کوچیکی میکنه به اون مأمور انتظامی که دختر مردم رو، زن مردم رو توی پارک کتک زده. زمنان در جواب این همون تیم سپه بود سرتیپ جوانی برگشت گفت که همه وظیفه داریم که از اون مأمور انتظامی حمایت بکنیم. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که شهردار اصفهان، امام جمعه اصفهان، نمیتونه مقاومت بکنه در مقابل یه همچین حرکت عظیمی. میاد میگه شبها توی خیابونهای اصفهان بزمهایی برپاست که شرم‌آور است. و البته این بزمهای شرم‌آوری که با اون کتک ها معالجهش میخوام بکنن، باعث شده که اینها ناگزیر خودشون اعلام بکنن. حالا اینا چی اعلام میکنه؟ صفایی فراهانی که عقیدن هم لباس اپوزیسیون پوشیده، بدم نیست، هر کسی لباس اپوزیسیون بپوشه خوبه، شرافت پیدا میکنه. نویف گفت میگه که همین صفایی فراهانی که ایران اول شده در مهاجرت، در صدر قرار گرفته. چرا؟ برای اینکه میگه چرا اون خانم ریاضیدان بزرگ ایرانی میذاره و میره؟ برای اینکه در اینجا امکان زندگی براشون وجود داره. حالا این من مثال زنها رو به خصوص دادم، این هستش که برم به سراغ بخش دیگری از مبارزات مردم ایران. زنان پیش قرابل تمام مبارزات مردم ایران بودند. بایستیم آرزو بکنیم که اینها در اقداماتی هماهنگ پیشاپیش معلمین و دستمزد بگیران حرکت کنند. من اینجا وقتی صحبت معلمین و دستمزد بگیران میکنم، توجه دارم که اکثریت اشخاصی که در آموزش پرورش به عنوان معلم کار میکنند، اینها خانوم ها هستند. این اقتداری که از معلمین در ایران دیده میشه به خاطر فشارهایی هستش که ابتداعاً متوجه زنان میشه و ابتداعاً متوجه زنان تحصیل کرده میشه. بنابراین میبینیم که معلمین در ایران با یک شبکه عظیم سراسری سخنگوی بخش مهمی از مردم شدن. در همین 14 نفری که نگاه میکنیم میبینیم خیلی از ایران معلم هر رسی را که 14 نفر هممون خبر داریم که شروع کردن به تهدید اینها با چاقو. دو نفر از اینا رو تاکنون تهدید کردن، تهدید به قتل. وقتی با چاقو میره به سراغ کسی، تهدید به قتل. و من خطاب به دوستانی که خوشبختانه تعدادشون به 800 نفر رسیده، خطاب به اونها آرزو میکنم که در یه تشکیلات، در یه شبکه بسیار ساده ای تقسیم وظیفه کنند، هر کسی یک کاری رو انجام بده. بسیار خوب بود، همدردی و همراهی و همدلی، ولی این بایستی به صورت یک کار در بیاد. هر وقت یک کاری شد فکر کردن که من هم میتونم کاری بکنم، هر کدوم از اونها بگن من با سر کمک خواهم کرد. ولی به امضا اکتفا کردن حیفه. الان در درون کشور نیروهای سر بلند کردن،
نیاز به تقویت دارن. ما به سراغ اتحاد نمیتونیم به صورت بریم به طرف اتحاد برنامه‌ای، ولی اون پرنسیپ هایی که اینا اعلام کردن، یعنی روی پرنسیپ لایسیته، روی پرنسیپ عرض کنم که حالا اونا میگن عبور، اونا نمیتونن به ما بگن سرنگونی و قانون اساسی جدید، ما با اینها همدلی باید بکنیم. اینها در صف اول مبارزه هستن. کار ما، کار واقعی ما، حمایت از اونهاست و منعکس کردن صدای اونها، نه تنها با امضا بلکه با ابتکاراتی که همه بسیاری از این دوستانی که امضا کردن بلدن، سابقه دارن، میدونن و امیدوارم که یک اقدام هماهنگی ایجاد بشه در چنین شرایط اقتصادی که ناشی از روابط اولا ناشی از فساد و دزدی و وطن فروشی این نیروی اهریمنی حاکم بر ایرانه و بعد هم نتیجه اعمال این هاست که میخوام برن اسلام بگیرن همه جا ببرن و بعد هم نتیجه اعمال شرکای تجارتی این هاست. آه اینه 40 سال آدم چرا قانون اساسی این رژیم رو بیشنم بخونم. رژیم نوشته شما به حقوق بشر احترام نمیداری، رژیم به برنامه خوش احترام میداری، نوشته برای جامعه ایران همکیش و همفکر، حکومت از نظر اسلام جامعه ایش همکیش و همفکر. خب ما رو دارن همون 40 سال میکشن همکیش و همفکر. شماها نخوندید که اینا میگن ما میخوایم اسلام به سراسر جهان بریم، قانون اساسی رو نخوندید، از یه دولتی توقع میشه داشت که به قوانین خودش عمل نکنه؟ آقا این حرف درستی نیستش. شما تاکتیکای انتخاباتیتون، تاکتیکای تجارتیتون، تمهای بی غلطتون، تمهای عرض کنم که کوچکتون، ما نه تنها ما، تمام کشورهای مسلمانشین، تمام کشورهای منطقه بیش از همه خاورمیانه رو تبدیل به آتش کرده. حالا هم فشار بجن که به آخوندها بیاد، عرض کنم که به بچه های ما میاد که شیر خوش گیرشون نره، که دارو گیرشون نره، که غذا گیرشون نره، در حالی که این راه حل های بین المللی شناخته شده ای داشته. نفت در برابر غذا عمل اولین بار نیستش که اجرا شد، قابل اجرا بود و قابل اجرا هست، ولی هی نمیدونم شما جانی هستین، شما دزدین، اموال مردم میدزدین، کی میای با من توافق کنی؟ این که جور در نمیاد. میگید من فشار حد اکثری بهت میارم که با من توافق کنی. توافق کنی یعنی چه؟ ما مردم ایران، صاحبان اصلی این سرزمین، در کجای این توافق هست؟ اصلا اینا چه مشروعیتی برای توافق دارن؟ یکی از دلایلش همین امروز توی روزنامه همشهری آمده ببخشید خیلی معذرت نوشته بررسی هزینه های یک خانوار 3 و 3، 3 ممیز 3، یعنی 3 نفر و 1 سورس، در تهران 6,482,000 تومان، سال گذشته بوده 3,579,262. مطالعه از کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار، علی خدایی رئیس همین کانونه. البته معمولا اینقدر امیدوارم که این آقا اشتباه بکنم، معمولا اینا سندیکای زردن، شورای عالی نمیدونم فلان، اینا سندیکای زردن، ولی سندیکای زرد یعنی سندیکای دولتی. سندیکای دولتی میگه 6 میلیون تومان باید داشته باشید. اگر عرض کنم که یه خانواده 3.3 داشته باشی تو تهران، خب با حقوق 2 میلیون تومانیه یا 1,700,000 تومانی، یک چهارم این هزینه تامین نمیشه. اینه که ضرورت داره زنان معلم ما، زنان ما، دختران دانشجوی ما، پسران دانشجوی ما در صفوف اول مبارزه، برای اینکه مردم از گرسنگی نمیرن، کار به جنگ نکشه. ما باید این رژیم رو نابود کنیم تا کار به جنگ نرسه، برای اینکه در جنگ گفتم بازم میگم اینا خودشون میرن توی سنگرهای بتونی، بچه های ما هستن تو مدارس، بیماران ما هستن در بیمارستان ها، بازارهای ما
عرض کنم دانشگاه های ما صد نمیخوره، پل های ما از بین میره، کاری رو که محصول یک قرن تلاش مردم ایران از بین میره. برای نابودی آخوندها باید متشکل باشیم، متحد باشیم و بریم به طرف برقراری صلح از طریق سرنگونی این رژیم. وقتی میگیم برقراری صلح از طریق سرنگونی این رژیم، در بخش دومش و در بخش اولش با بسیاری از سیاست‌های منطقه از اسرائیل، عربستان سعودی، کویت، بحرین، تمام کشورهای مسلمان نشین اروپا و آمریکا با هم در این قضیه اتحاد داریم. ولی ما حق نداریم مداخله خارجیان رو درخواست کنیم. آن گونه ای که خوندم، امیدوارم غلط باشه، عرض کنم حرفایی رو که آقای مقتدی زده که مبارزه علیه جنگ به نفع رژیمه، امیدوارم اشتباه کرده باشن کسایی که این نقل قول کردن و ایشون توضیح بدن که چنین حرفی از دهن ایشون خارج نشد. ما در تاریخمون مردمان آرمان‌خواهی داشتیم، اجداد ما آرمان‌خواه بودن، پدران ما آرمان‌خواه بودن. قانون ملی شدن صنعت نفت اینجوری شروع میشه: به نام سعادت ملت ایران و برای تأمین صلح جهانی، برای تأمین صلح، صلح به نفع همه مردم منطقه است، جنگ به ضرر همه مردم منطقه است. بنابراین ما ضمن مخالفت با جنگ از کمک‌های مردم ایران، به خصوص این 800 نفری که در خارج کشور فعال هستن، بایستی که تلاش‌های رسانه‌ای رسانه‌های بزرگ رو در این مسیر تقویت کنند و راه واقعیش همینه. این همین ربیعی، حالا ما که صحبت شروع می‌کنیم، صحبت کارگران و دستمزد بگیران رو می‌کنیم، ربیعی که سخنگوی دولته، از طرفداران درجه یک قراردادهای موقت بوده، وزیر کارم بوده. همین علی خدایی که میگم رئیس کانون زرد دستمزد شورای عالی اسلامی کار هستش، همین علی خدایی میگه که 90% کارگران با قراردادهای موقت و قراردادهای سفید و یا بدون قرارداد کار میکنن. یعنی هیچ گونه حمایتی از اینها به عمل نمیاد. در چنین شرایطی وقتی میبینیم که عضو کانون معلمان اصفهان حمیدرضا رحیمی، معلم کشور، فقط به خاطر اینکه مطالبه کرده حقوق معلمی رو مطالبه کرده برای فعالیت‌های سندیکایی، 7 ضربه شلاق، 10 ماه حبس انفرادی و بعد هم آقا معلم مجبور کردن که بشین 40 تا انشا بنویس در مورد 40 سال پیشرفت کشور ایران. ببینید چجوری به شعور جامعه توهین میکنه و چه جنایتی بالاتر از این که شما یک معلم رو مجبور کنید که بنشین و از پیشرفت‌های کشوری صحبت کنید که نمایندگان معلمینش در زندان هست. تا احتمالاً مثلا اینو به عنوان باج میخوان به آقا بگن که بیا اگه این حرفا رو بزنی احتمالاً حبس تعزیری داری، حبس تعلیق میکنی. اون چه در روابط در داخلی میگذره، نگرانی های شدیدی در همه انسان های مسئول ایجاد میکنه. از جمله این نگرانی ها این است که ما میبینیم در منطقه تشنج ها داره اشکال جدیدی پیدا میکنه. یکیش از اشکالی که امروز شنیدم، البته خوندم ولی امروز قطعی نیستش، میگن یک کشتی انگلیسی رو بازداشت کردن، هنوز از تکلیف معلوم نیست، تو آب‌های خلیج فارس. حالا میگن معلوم نیستش که این از حرکتی ایستاده، دچار حادثه‌ای شده، یا اینکه
به وسیله مامورین آقای خامنه‌ای طوری شد. من امیدوارم که این تنش‌ها تبدیل به جنگ نشه. هرچند آمریکایی‌ها گفتن ما اهل جنگ نیستیم. اما تنها آمریکایی‌ها نیستن که تصمیم می‌گیرن. یا مقامات رسمی کشور آمریکا نیست. مصالح انتخاباتی آقای ترامپ هم تو این قضیه نقش داره. واشنگتن پست می‌نویسه که تلاش میکنن برای جنگ با ایران مشروعیت در اذهان مردم آمریکا ایجاد کنن. اورونیوز هم اطلاع میده که دولت آمریکا تمام مسائل حقوقی مربوط به جنگ رو با جزئیاتش مورد مطالعه قرار داده. توی این شرایط میبینیم که این دولت ها به جای اینکه کمک کنن به مردم ایران با وسیله حد ما که کمک نظامی نمیخوان به وسیله نمیدونم وسایل اجتماع جمعی حداقل اجازه دادن صدای مردم ایران، صدای معلمین ایران، صدای کارگران ایران شنیده بشه، اینا دنبال این هستن که برن مطالعات حقوقی بکنن ببینن که مولا دردش در جنگ کردن، مطالعات تبلیغاتی بکنن برای اینکه مردم رو قانع بکنن بگه جنگ لازم بود ما ناچار تو این بجنگ. همین امروز با اتفاقایی که در مسئله برجام افتاده و گام‌های جدیدی که رژیم برای فاصله گرفتن از برجام انجام داده، همین امروز متوجه هستم همین امروز که اقلن بیشتر مردم روی زمین یا دولت‌های روی زمین اظهار نگرانی کردن. این نگرانی‌ها تعارف و شوخی نیست، این نگرانی‌ها جدیه. این که روسیه میگه که عمل ایران باعث تأسف هست، روسیه دو روز سه روز پیش میگفت که آمریکایی‌ها به خود میگن شلوغش میکنن، اما امروز میگن که آقا عمل آخوندها در بالا بردن درجه غنی‌سازی جای تأسفه. چرا هم جرف میزنن؟ برای اینکه سخنگوی انرژی اتمی آمده اعلام کرده گفته که اولا دولت ایران اقرار کرده از طریق ظریف، ثانیا سخنگوی کمیسیون انرژی اتمی تایید کرد که اینا از حد مجاز رفتن بالا. خب این آقای پومپئو برمیگرده میگه که باج‌خواهی اتمی دارن میکنن. نتانیاهو میگه من اجازه نمیدم تو دسترسی به اتم داشته باشه. البته یک کسی باید به این آقای نتانیاهو میگه بگه که چطور خودت از این کارهای بدبخت کردی به رقیبت در منطقه اجازه نمیدی. خب خودت اعلام بکن که من ندارم تا دیگرانم از توی یاد بگیرم. باری کلا وزیر خارجه لوکسانبورگ در یک تحلیل خیلی جدی خوبی، تحلیل خیلی به نظر من خوبی بوده، همه جانبه بوده، به اروپا خطر جنگ رو برای اروپا تشریح میکنه. من خودم با یک متخصصی صحبت کردم، من اجازه ندارم اسمشو بگم، به من گفت بین 8 تا 10 میلیون پناهنده جدید به اروپا خواهد آمد اگر جنگ بشه در ایران. اولش افغانی ها هستن، همین الان نصف افغانی هایی که در ایران بودن، این 3 میلیون نصفشون اینجوری خود مقامات رژیم اعلام میکنن گوشتن رفتن برای اینکه دیگه امکان نره با در چه میدونم دلار 15000 تومانی بتونن به خانوادهشون کمک بکنن. چیزی باقی نمیمونه برای یکی شکمشون سیر بشه. گفتیم رقمی رو که برای یه نفر تو تهران بخواد غذا بخوره، حالا مسکن که این بیچارا معلومش کجا میخوابن، چه ویرانه‌ای میخوابن. در هر حال با اون حرفایی که آقای عبد خدایی زد، صحبت 6 میلیون نمیدونم چی گفت، 6,300,000 تومان حداقل زندگی هستش. خب اینا نمیتونن زندگی کنن. افغانستان که نمیتونن برگردن، باید بیان میان ترکیه، از اینجا عشقان از طریق مدیترانه بیان، مدیترانه تبدیل به قبرستون بزرگ دنیا بکنن. همین برای ایرانی هم همین بدبختی وجود داره، همین بیچارگی وجود داره، همین مهاجرتی که همین صفاقی فراهانی گفته تازه تو شرایط عادی بوده. این مهاجرت تبدیل میشه به آوارگی، تبدیل میشه به پناهندگی. معاشرت بر مال مردم ها تاثیر کرده بوده که میتونستن چه میدونم دکتر بودن، میتونستن یه دوره بگیرن که سوزن زن بشن، پرستار بشن، نمیدونم
دندون پزشک بودن می آمدن اینجا یه کار دیگه تو رشته خودشون انجام می دادن. مهندس بودن، بنا بودن، جوشکار بودن. ولی این غالب مردمی که در اون کشور دچار بیکاری هستن و تازه با این بیکاری و گرسنگی جنگ هم به این مملکت هجوم بیاره، همین حرفی هستش که وزیر خارجه لوکزامبورگ در تحلیلش اروپا رو هشدار داده که جنگ برای اروپا مصیبت ایجاد می‌کنه. اینکه وزیر خارجه انگلیس میگه عمیقا نگران هستیم که همین امروز گفت، بی‌دلیل نیست. در هر حال این مشکل مربوط به این کشتی‌هایی رو که کشتی‌های نفتی یکی دوتا نیستن، یکی دوتا نیستن، و جالبیش هستش که غالب این کشتی‌ها که میاد بیرون از تو شرکت نفت به طور قاچاق میفروشن، قبل از اینکه بیفته تو آب حرکت بکنه کشتی‌ها اینا دارن مسیرشون. هرچند روس‌ها برمیگردن گفتن امروز هم روسیه اعلام کرده که توقیف نفت کش ایرانی برنامه ریزی شده بود. اسیاج به برنامه ریزی نداره که جاسوسایی که به اونا بیرون جاسوسای نفتی خبر میدن به فرانکس روختیم فرانکس. اصلا فکر میکنم امروز اسمی تاجری هم نوشته بودن که 50 میلیون دلار نفت خریده، اسم کشتیش هم نوشته بودن. چی خبر میده؟ خود اینا خبر میدن. اون وقت توی همچین شرایطی اون محسن رضایی که گفته بود که ما برای حل مسئله برجام، روزای آخر برجام که دچار مشکل شده بود، آمریکایی‌ها اولتیماتوم میدادن به اروپایی ها، اولتیماتوم میدادن، رضایی راه حلش رو پیدا کرده بود. و متاسفانه دولت آمریکا در اون موقع اصلا نه دولت آمریکا، این دولت های امضا کننده برجام لام از که اصلا نشنیدن. این آقا رئیس مکشی رئیس دفتر تشخیص دبیر تشخیص مصلحت نظام برگشت گفتش که ما در یک حرکت ده ها آمریکایی و صد ها آمریکایی تو عراق گروگان میگیریم و در مقابلش هر کدومشون یه میلیارد دلار میگیریم، تمام مشکلات کدومون حل کنیم. یه مقام رسمی کشوری شناخته شده، یک دونه از اینا تو اون قضیه نگفتن آقا این آقا رو حرفش پس بگیره. میخواستن زود این بچسبونن برجام رو و 150 میلیارد به آخوندها بدن که بعد اینا رو بگیره آتش بشه بره نمیدونم یمن و بره سوریه و بره عراق بره مصر رو. عرض کنم که این آقا برمیگرده میگه یه کشتی انگلیسی رو ما توقیف کنم، این کشتی که امروز میگن در دریا از حرکت افتاد منو یاد این آقا میندازه که گفتی کشتی رو اینا ما یه کشتی بگیریم. این آقا قبلا میخواست که روبان بگیره، حالا میخواد کشتی بگیرم. علاوه بر این اینها بهانه میدن دست آقای ترامپ، فرمانده جیپ ویژه قم یا آخوندیه، میگه که اگر فرمان محدود و دم شدن یعنی کشتن، اگر فتوای کشتن ترامپ صادر بشه، استشهادیون عرصه را بر او تنگ خواهند کرد. استشهادیون هم که همه تو میدونی یعنی اینا که عرض کنم که داوطلب انتحار هستن. خب اینا مقامات مسلح کشور هم مقام یارو دارید فرمانده تیپ اون یکی دیگه نمیدونم رئیس تشخیص و مصلحته. خب اینا اصلا احتیاج نداره که اون آقا برای جنگ کردن دستگاه عظیم تبلیغاتی چی به کار ببره. همین جمله کافیه که بهانه بدن به میهبان. اینها رو وظیفه ما مردم ایران هستش که اینها رو از عرض کنم که از عرش قدرت به خاک بکشونیم که دیگه از این فضولی ها نکنن، اینجور حیات مردم ایران رو نبرن به طرف ما رو دوباره مثل اون آخوند که از نجف بلند شد آمد جنگ ترکمنچای رو بدبختی ترکمنچای رو با هم تعمیل کرد.
این آخوندا بچه های همونه هستن، باید اینا رو ما نابود کنیم. سخنگوی دولت هم که راحت آمد گفتش که ما از این حدود از حدودی که قبلا تعهد کرده بودیم دیگه اعتبار برامون نداره. البته بعضی از تحلیل ها میگن که این مانور هایی هستش که فکر کنید اورونیوز گفته، من شنیدم اینا مانور هایی هستش که در مقابل ترامپ، چرا چماق ترامپ هویج اروپایی ها رو بهش برسن. ولی من خودم تصورم به عبارت از این هستش که تا کنون اروپایی ها نتونستن چنین کاری رو کنن، منطقا با حوادثی که پیش اومده منطقا این کمک های ویژه‌ای که اروپایی ها در نظر گرفتن منطقا عملی نیست، از ابتدا هم نبوده، برای اینکه شرکت ها مجبور به اطاعت از دولت نیستن. شرکت ها در اروپا این دولت ها نیستن که تجارت رو معامله میکنن، این شرکت ها هستن. شرکت ها نمیان آینده خودشون رو یا تجارت و کسب و کار خودشون رو با آمریکا به هم بزنن، برای اینکه به حضرت آیت الله خامنه ای مواد غذایی برسه. در هر حال قرار هستش که شورای حکام تشکیل بشه، فکر میکنم که بنا به درخواست آمریکا تشکیل خواهد شد. دولت ژاپن بیش از بقیه دولت ها نگران، چینی ها تا کنون چیزی نگفتن، ولی این ایمیل های این آقای سفیر انگلیس در آمریکا نشون دهنده واقعیت های بسیار جدی هستش که درسته که این آقا دعوت میشه، نمیدونم ملکه انگلیس آمده با ملکه انگلیس خداحافظی بکنه، اینجوری کرده، ملکه هم خندش گرفت دست اینجوری کرده. یعنی این آقا همه چی رو گشته دیر کار رو بیدیم که ایوانکا رو گرفته برده به عنوان مشاور اونجا سالن مد درست شده واسه جیون. حالا هم عرض کنم که این آقا، این سفیر آمده یک حرفایی زده که این حرفا دور از واقعیت نیست، منعکس کرد یه مقداری. وقتی میگه که این بی منطق ناکار آمده، گرفتار چند دستگی ناآزموده است، ناکار آمدن غیر قابل پیش بینیه، یکی از بدبختی ها اینه که غیر قابل پیش بینی هم از حالا برای اینکه بی اطلاعه، ما نمیدونیم این فرد چه خواهد کرد، چون فاصله بین جنگ تا آرزو میکنیم که با هم توافق بکنیم تلفن کنیم، فاصله بین اینکه تو آدم کشتی، نمیدونم تو دزدی، تو مشروعیت نداری، تو مردم رو به بند کشیدی، به این که بیا من با تو آفو کنیم، اینا یه فاصله عجیب و غریبی با هم دیگه داره، این بیانات اصلا فاصله داره. برابر این کارهایی که احتمالا اتفاق خواهد افتاد در این روابط اصلا نمیشه راجع بهش صحبت کرد، منطق نداره اینا. ببینید که الان نه تنها در اونجا، در تو مصر ایرانی ها رو گرفتن، تعداد ایرانی رو گرفتن و میگن که از سال 2002 تا 2016 اینا جاسوسی میکردن در مصر. البته شیعه سازی یه امر جدیدی نیست، مصری ها بهتر از ما میدونن دستگاه جاسوسیشون، حتما بهتر از خیلی از ما ها میدونه که اصلا شیعه سازی یک دستگاه خیلی عظیمیه و اینا تو تمام کشورها از این دکون ها باز کردن، باز میکنن تا هستن این کار خواهند کرد. در هر حال اینا رو گرفتن و محکومشون کردن به جاسوسی، من نمیدونم شیعه سازی هم جرم در حقوق این مصر جرم محسوب میشه یا نه، نمیدونم، ولی به حال یکی از اتهاماتشون شیعه سازی هستش. اینا رو به 15 سال زندان این پنج ایرانی رو محکوم کردن. در این حال میبینیم که عراق یه ویراجای عجیب و غریب غیر قابل فهمی انجام میده. تو امروز با یک همکار بزرگوار عراقی صحبت میکردم، اونم باورش نمیشد که عملی باشه این حرفی که نخست وزیر عراق زده. نخست وزیر عراق مثل آقای ترامپ نیست، یه آدم مجرب تریه، مجرب حداقل، چون تو شرایط بحرانی آمدن به قوم وارد امر سیاست شدن، میشناسن محیط خودشون رو.
این آقا آمده میگه الهشت و شعبی بایستی که بره تو نیروهای مسلح کشور، داری که اگر اشتباه نکنم مجلس قانون گذاشته که الهشت و شعبی یه نیروی دیگه یه منطقه زیر فرمان نخست وزیره، زیر فرمان نخست وزیره. خب بخواد این الهشت و شعبی رو ببر اونجا، قبلش بایستی که این الهشت و شعبی رو تصفیه بکنه، برای که اینا همه میدونن که بخش عمده اینا آخوند، بچه آخونده هستن و نوچه های آخونده هستن. خب اینا برن تو ارتش، ارتش آلوده میکنن و آیا اصلا چنین چیزی هم اولا آیا اینا میپذیرن؟ 150,000 نفر هم بعد هم فرمانشون قاسم سلیمانی میده. خب یکی از این مقامات اینا ربعی بود، یکی از مقامات امنیتی اینا بود و حرف اول به عراق سلیمانی میزنه. سلیمانی چی میشه؟ این آقا چطور شده همچین حرفی رو زده؟ آیا این حرف عملی هست؟ اگه عملی باشه برای سلامت ارتش، ارتشی که قطعا بخش مهم شیعه هست که اون کشور شیعیان اکثریت رو داشته میدن، این مصیبت ایجاد نمی کنه توی ارتش؟ نمیبره الهشت شهر خودش میکروب خامنه ای رو بیشتر توی خواهد. این حرف یه حرف سیاسیه، این حرف یه حرف پرووکاسیونه. امروز هم دیدم که سفیر عراق برگشته گفته ما به رابطمون با اسرائیل درست بکنیم، مثلا رابط ما مطلوب نیست از این چیزا. معذرت عرض کنم که بنابراین عراق احتمال در این آمریکایی ها بخواد جاروی آزمایشگاهی با آخونده درست کنه، آزمایشگاه جنگی با آخونده درست کنه. آخونده احتمالا بیمه نیستن که به چنین میدانی بشنابن، یه خطر خیلی جدیه. آیا میدونی مثلا میشه اصلا بدون تفاهم بین المللی به چنین امری دست زد؟ نه، به نظر من عملی نیستش. حالا ببینیم، تا عقل من جور در نمیاد. فکر میکنم البته وقت داره تا آخر ژوئیه، آقای دوست وزیره الان وقت داره تا آخر ژوئیه. ولی همین حرفی رو که سفیره عراق در آمریکا گفتش که ما با رابطمون با اسرائیل عادی بکنیم، همین امروز اون گروه امن و جواب از گروه معروف الکوچه که از گروه معروف الهشت و شعبی از جنایتکاران شناخته شده است، دوستان سابق مجاهد ما بسیاری از اونا به وسیله همینا کشته شدن. عرض کنم که و این حرفا بوی خون میده، بوی جنگ میده، بوی ناآرامی میده و بوی بدبختی های بزرگ برای منطقه میده. البته اسرائیل ضرری نمی کنه که شیعه کشی باشه، سنی کشی باشه، اینا به هر حال ما رو مشغول میکنند و اونجا نشستن زندگی خودشون رو میکنند و موضوع فلسطین هم فراموش خواهد شد، برای اینکه مسلمان ها کارهای جدیتری دارن، عربای کارهای جدیتری دارن، خامنه ای میخواد سوریه رو بگیره. حالا در شرایط فعلی با این دنیای تاریخی که ما نگاه میکنیم، بزرگترین امید عبارت از این هستش که ماها بتونیم حداقل های تفاهم رو در همون حدودی که این 14 نفر تعیین کردن بتونیم عملیاتیش بکنیم، از حالت عادی حمایت اخلاقی و معنوی تبدیلش بکنیم به حمایت عملی و راهاش و ارتباط با اونها و بیان خواسته های اونها. اینا به هر حال نمایندگان معلمین درش هستن، نمایندگان کارگران درش هستن، نمایندگان زنان درش هستن. اینا مطالباتی هستش که امشب راجع بهش بخش عمده‌ای از این چیزا رو راجع بهش صحبت کردیم. در هر حال این شرایطی که در منطقه وجود داره مطمئن این آمریکایی‌ها که ضرر نمی‌کنن. یکی از چیزی مقاله خوندم از آقای فرامرز داوری اگه اشتباه نکنم که نشون میده که اینا همینجوری صبح تا غروب مشغولن، تا الان 100 میلیارد دلار هم رفتن حب گرفتن و اموال مردم ایران رو به عنوان اینکه آخونده ما رو اذیت کردن. زندگی و هستی مردمی هستن که بچه هاشو شیر خوش ندارن. 100 میلیارد تا الان این آقا نوشته، مقاله مفصلی هم هسته، زحمت کشیده، باید از این آقا تشکر کنیم، من نمیشناسمشون ولی مقاله بسیار خوبی، هر کسی که پیدا کرد بخونه، خوبه این مقاله.
و نشون میده که اینها به جای نگاه استراتژیک نسبت به مشکلی که آخوندها کردن، آخوندها برای جهان ایجاد کردن، و به جای اتحاد استراتژیک با خواسته ها و انگیزه های والا و مدرن جامعه ایران، دنبال دعوای شیعه و سنی و نمیدونم اینا رو راه انداختن هستن و دنبال اینن که برن انبال این ملل گرسنه رو مثل مردم ایران 100 میلیارد برن حب بگیرن و از یه موقعی که چیزی گیریش آمد برن بگیرن. من دیگه خب چیزی خونده من برام جالب بودش، تقریبم نتونستم بکنم ببینم به کجا رسیده. این اسرائیلی ها رفته بودن الواح ایرانی رو که در دانشگاه شیکاگو رو از سال 1930 برای مطالعه در اختیار دانشگاه داشتن، اونها رو توقیف کردن. خوشبختانه این الواح مربوط به بسیاری از اینا چی میگن لیست حقوقی کارگران تخت جمشیده، ولی 2015 سال خیلی اسناد مهمی تو بسیاری از اینا هنوز کشف نشده، خونده نشده. تاریخ کشور ما شاید تاریخ کشور ما رو توقیف بکنن به عنوان مال و ببینید کار به کجاها کشیده. یعنی شناسنامه مردم ایران داره توقیف میشه به وسیله اینا. در شرایط فعلی که ما این همه گرفتاری ها رو تحمل میکنیم یا میبینیم جلوی چشم ما، هیچ چاره ای نداره مگر رفتن به طرف اتحاد، به طرف نیروهای ترقی‌خواه جامعه. وقتی ما صحبت از دستمزد بگیران به خصوص معلمین رو، زنانی که در بازار کار هستند رو میکنیم، اینها نیروهایی هستند که وحشت ناشی از لومپروتاریا رو که در شرایط انقلابی سر بلند میکنه رو اینها میتونن تعادل ایجاد کنن. اینها میتونن در چنین مقام و موقعیت و اعتباری هستن که در محلات خودشون خانواده ها رو میشناسن، جانیان رو میشناسن، مردمان محترم رو میشناسن. بنابراین من تصور میکنم که چون حزبی وجود نداره، سازمانی وجود نداره، تازه اگرم وجود داشته باشه اتحاد برنامه‌ای بین اینها وجود نداره و به هر حال یه برنامه حداقلی به وسیله این 14 نفر اعلام شده، ما به این میاندیشیم که ما از شبکه وسیع سراسری مدارس ایران 110 هزار تا مدرسه و دبیرستان و مدارس عالی و اینها داریم، از همکنون اینها رو برای شرکت فعال در اداره کشور در ایام دولت موقت ایجاد کنیم، تقویتشون کنیم با این کار. از همین الان در مورد مصادره اموال خامنه ای و همه دین پیشگانی که به ثروت دست یافتن به نفع صندوق‌های بازنشستگی، باید از وجود اینها استفاده کرد. باید مدارس رو تقویت کنیم که اسناد اموال اینها رو جمع‌آوری کنن. در هر منطقه‌ای هست تمام حاکمیت در دوره انتقالی در اختیار اینها باشه، اعمال حاکمیت محلی در محلهای خودشون، در شهرهاشون، در روستاهاشون، در هر جایی که معلمین هستن. هیچ نیروی وجود نداره غیر از اینها برای اینکه بشه این کشور رو اولا از هرج و مرج و غارت و اینها نجات بدیم، ثانیا اموال کشور اداره بشه، بعد هم به وسیله مردمی اداره بشه که مردم شناخته شده ای هستن، جزء نخبگان جامعه هستن، معلمین ما هستن. حالا که گفتیم معلمین، من یادم میاد که بعد از مثلا 40 سال آقای سلطان محمدی دبیر ما بود و بعدا هم ناظم دبیرستان ما بودن، آمده بودن پاریس با خانمشون و شنیده بودن که من که از شاگردانش بودم در پاریس هستم، محبت کرده بودن که گفته بودن من دلم میخواد فلانی رو ببینم، من استدعا کردم تشریف آوردن به منزل ما. خب سن ایشون هم مناسب نبود که از این پله های منزل بیان بالا. من واقعا خجالت هم کشیدم، میترسیدم سر بخورم. ساختمون قدیمی بود، پله ها کج و مروج بود. به هر حال استاد تشریف آوردن در خدمت استاد، من نمی‌نشستم و واقعا
این همه معلمین احترام دارن. من اون موقع چه میدونم 70 سالم بود چه 65 سالم، در هر حال عرض کنم که این زنگی که زدید یعنی ما با شما خداحافظی کنیم. من با احترام به معلمین، با احترام به 14 ایرانی شرافتمندی که ایستادن و همه آدم هایی که از اینا حمایت میکنن، برای هممون آرزوی اتحاد، مبارزه، پیروزی رو دارم. موفق باشید آقای بهبهانی. از زحمات شما هم سپاسگزارم. بسیار ممنون از شما، سپاس و صد سپاس از همه مهر جناب روحانی و میهن و از اینکه به راستی دنبال میکنید و ما رو روشن میکنی، مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدرت آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر و دوشنبه دیگر. ممنون از شما ایرانی، سپاسگزارم. روز و روزگارتون به خیر و خوشی. خدا حافظ. متشکرم. بها دوستان، شنیدیم فرمایشات جناب آقای روحانی رو. امیدوارم این صحبت ها نیز کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه ها مورد توجه شما واقع شده است، مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانتون معرفی کنید تا بتوانند از بخش های مختلف سایت مقالات، یادداشت ها، ویدیوها، آخرین اخبار جهان استفاده کنند. اپلیکیشن رو حتما دانلود کنید، فراموش نکنید. بعد هم شبکه های اجتماعی رو دریابید، لینک ها رو لایک کنید و شیر کنید. همچنان در انتظار حمایت مالی شما بزرگان هستم. ممنون از شما. متشکرم.